سلام دوستان عزیز، از اینکه یگانه تیبیر انتخاب کردید بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم. لطفاً کانال را سابسکرایب کرده و روی آیکون زنگ کلیک کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفاً با گذاشتن کامنت نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام کرده و در بهبود و کیفیت ویدیو به ما کمک کنید. حال بپردازیم به دیدن این ویدیو. آیا تغییر قوانین کپی رایت یوتیوب به نفع تهیه کننده ها است؟ یوتیوب در بروزرسانی جدید خود پیرو از قوانین کپی رایت را برای سازندگان آسان‌تر کرده است. ادعای حق چاپ فیسبوک برای تولید کنندگان محتوا به یکی از دردسرهای بزرگ تبدیل شده است. سیستم خودکار بررسی محتوای یوتیوب که کانتنت آی دی نام دارد، اغلب در پایین آوردن رتبه یا حذف ویدیوهای بیش از حد سختگیرانه است. علاوه بر این روند، طرح شکایت در رابطه با تشخیص‌های نادرست این سیستم فرایند واضحی ندارند و اغلب حق نهایی را به دارندگان حق چاپ داده است. با این حال، یوتیوب با بررسی داشبورد استودیوی خود این شرایط را تا حد زیادی تغییر داده است. کاربران در حال حاضر تصویر واضحی از ویدیوهای حاوی محتوای حق چاپی دارند و می توانند به صورت این بخش ها را از ویدیوهای خود در یوتیوب پاک کنند. اکنون در سربرگ ویدیوها ستون جدید به نام محدودیت ها ایجاد شده است که سازندگان از طریق آن می توانند محتوای متاثر خود را ببینند. با کلیک کردن روی این ویدیو ها جزئیاتی در رابطه با بخش هایی از ویدیوها که در رابطه با محتوای آن ادعای نقض قانون حق چاپ یا کپی رایت آورده شده است نمایش داده می شود. به این ترتیب، برای مثال اگر ادعا در رابطه با بخشی از موسیقی به کار رفته در ویدیو باشد، سازنده می تواند آن بخش را مسکوت کرده یا موسیقی دیگری را جایگزین کند. سازندگان با استفاده از این بروزرسانی می توانند با کسب درآمد از ویدیوهای خود ادامه بدهند، اما مشکل اصلی آنها با دارندگان حق پخش هنوز باقی میماند. هنوز هم در مورد اختلافات مربوط به حق نسخه برداری تقریبا تمام قدرت در اختیار شرکت ها است و یوتیوب میان سازندگان و دارندگان میانجی است.